درود بر شما همراهان گرامی و عزیز به کانال خودتون خوش آمدید سردبیر سابق تلویزیون ایران اینترنشنال که با بودجه سعودی تأسیس شده بود از سفیر جمهوری اسلامی درخواست مصاحبه درباره فرقه شیرازی کرده بود و کم مونده بود بنویسه که شیعه انگلیسی محمد منظرپور کارمند نمازی ها پدرخوانده نایاک در آتی بهار بود و در دوره اوباما سردبیر صدای آمریکا شد محمد منظرپور سردبیر سابق بی بی سی هم بود که می گفت من اعتقاد دارم به اینکه باید مردم در انتخابات شرکت کنند در دو سال گذشته هم منظرپور پس از لاس زدن های کلاب هاسی با عوامل رژیم در جریان انقلاب محسا همگام با بهنام بهشتی ترویج مبارزه مسلحانه می کرد. شاید این فرد رو خیلی از دنبال کنندگان مسائل سیاسی سی به خوبی بشناسند، اما برای دوستانی که شاید ندونن کیه جالبه بگم که وبسایت خبری دیلی بیست مقاله ای منتشر کرده با عنوان خانواده ای در سایه پشت پرده لابی جمهوری اسلامی در آمریکا و در این مقاله درباره مؤسسه آتی بهار توضیحاتی داده مؤسسه آتی بهار یک مجموعه دلالی نفت در سطح بین که برای جمهوری اسلامی لابیگری گسترده میکنه و یکی از اقداماتش صدور افراد به نقاط مختلف جهان برای حفظ منافع نظام علیرضا امیدوار قائم مقام شل در ایران سالها با باقر نمازی یعنی بزرگ خاندان نمازی ها در مجموعه آتی بهار مشغول به کار بوده علی قزلباش که از مدیران برجسته شرکت نفت و گاز هیدرو استات نروژ به شمار می رفت پیشتر مدیر آتی بهار بود. هادی قائمی عضو سابق هیئت مدیره نایاک و سخنگوی کمپین حقوق بشر برای ایران و سهر نوروززاده عضو سابق هیئت مدیره نایاک و مشاور ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید در کابینه اوباما و بیژن خاجپور کارگزار ارشد اقتصادی نزدیک به حزب کارگزاران اصلاح طلبان و داماد خانواده نمازی و همچنین تریتا پارسی نایکی مشهور از سایر اعضا و وابستگان این موسسه بودند بیژن خاجپور عضو آتیه به کارشناسان ویژه موسسه ویلسون در واشنگتن تبدیل شد رضا مرعشی یکی دیگه از کارمندان آتیه در دولت اوباما به واشنگتن رفت و تحلیلگر وزارت دفاع شد و یک سال بعد به میز ایران در وزارت خارجه رفت. محمد منظرپور هم از اعضای ارشد مؤسسه مذکور بود که با کمک اونا به بی, بی سی و بعدها صدای آمریکا و اینترنشنال راه یافت و در دوران اوباما سردبیر صدای آمریکا شد و چنان در دفاع از جمهوری اسلامی افراطی عمل کرد که حتی تعدادی از نمایندگان کنگره نسبت به این قضیه از ستاره درخشش که خودش هم معلوم الحال بوده توضیح خواستند و یک مورد جالبش هم وقتی بود که در جریان یک برنامه زنده منظرپور بدون اون که بدون صدا شنیده میشه از اتاق فرمان به مجری دستور میده که سخنان مهمان برنامه که بر علیه مهدی هاشمی رفسنجانی صحبت میکرد رو قطع کنه وی وقتی خبرنگار بی بی سی بود هم هنگام بازگشت مهدی هاشمی به ایران به صورت کاملا اتفاقی و همزمان در فرودگاه دوبی ظاهر شد و خبر ورود فرزند رفسنجانی به ایران را مخابره کرد تا مبادا بدون پوشش خبری به ایران بره و جالب اینجاست که این فرد اکنون نه مهمان یا غیره بلکه مدیر و سردبیر بخش خبر تلویزیون کانال یک که در پربیننده ترین ساعت پخش آن رسانه یک شب مانده به سیرک انتخابات خودش رو برای تشویق به رأی دادن پاره کرد در همین ارتباط به این خبر که منتشر شده دقت کنید چندین رسانه و کانال تلگرامی غیررسمی اسامی چند نفر را به عنوان گزینه های نهایی کابینه پزشکیان منتشر کردند اسحاق جهانگیری نفت حالا فاد ایزدی استاد روابط بینالملل دانشگاه تهران گفته باید فردی مانند ظریف بره و با غرب مذاکره کنه نه یک حزب اللهی که بره و بیانیه بخونه کی باید بره این کارو بکنه یادم میسه دکتر ظریف چون همین جریان مقابل اصلاح طلبه گفتن بعضیشون گفتن اینا غرب گرا اعتماد هم بود بره با غرب صحبت کنه دیگه پس کی باید بره اون کسی که بره بیانیه بخونه خیلی حزب اللهی باشه اون باید بره با غرب صحبت کنه زمانی که این چیزهای ابتدایی در حوزه سیاست بهش توجه نمیشه نامزدی رای میاره که حرفش رو مردم میفهمن و به نوعی با این ایده های کردن ارز کردن خدمتون ارتباط بقیار میده در همین ارتباط میخوام نایاک رو دوباره از نو بشناسیم لابیگری یعنی تلاش برای گسترش یک دیدگاه در تصمیمات سیاسی کشور و یا جهدهی افکار عمومی در برخی از کشورها از جمله آمریکا دفاتر قانونی لابیگری وجود داره و افراد با نفوذ با دریافت پول لابی می قویترین قوی ترین لابی آمریکا لابی اسرائیل در سال 1997 کمپانی های آمریکا و به خصوص شرکت های نفتی یک لابی گسترده برای لغو تحریم های ایران به راه انداختن تا بتونن از بازار ایران استفاده کنند. این موضوع همزمان با دورانی که محمد خاتمی طرح گفتگوی تمدن ها رو که از بنیاد فرح سرقت کرده بود به عنوان ختمش سیاست خارجه قرار داد و تونست رژیم رو از بنبست سیاسی که به خاطر پرونده میکونوس به وجود آمده بود خارج کنه عوامل رژیم مانند تریتا پارسی از شرایط پیش آمده سوء استفاده کردند تا لابی های رژیم در آمریکا را ایجاد کنند نایاک در سال 2001 تأسیس و از سال 2002 شروع به فعالیت کرد از مدارک منتشر شده مشخص شد که برای تاسیس نایاک چند نفر با تیریتا پارسی گفتگو و برنامه ریزی کردن از جمله فریدون تسلیمی رئیس بنیاد دانش هنر در آمریکا این بنیاد توسط عباس عدالت در ایران تأسیس شد ویژن خاجپور و همسرش پری نمازی نیز از اعضای این بنیاد هستند رئیس این بنیاد در ایران مهدی حائری یزدی از مدیران ارشد وزارت صنایع است و عباس ملکی مشاور علی خامنه ای نیز عضو هیئت مدیره ای این بنیاده تیریتا پارسی در دانشگاه استوکلم سوئد اقتصاد و روابط بینالملل خونده و سپس در دانشگاه جان هاپکینز آمریکا دکترا گرفته در میان مشاوران نایاک افرادی مثل معاون سابق امور خارجی آمریکا و جان لیمبرد از اعضای نایاک و های سابق سفارت آمریکا در ایران وجود دارند. تریتا پارسی همچنین با باب نی از فاسدترین نمایندگان کنگره آمریکا روابط صمیمی داره. از عناصر موثر نایاک سیامک نمازی که سیامک نمازی مدیرعامل شرکت آتیه بهار بود. آتیه بهار مجموعی از چند شرکت که برای سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران تلاش میکنه. رئیس دیگه آتیه بهار بیژن پور از نزدیکان خانواده هاشمی رفسنجانی بود تریتا پارسی روابط نزدیکی با دولت های جمهوری اسلامی داشت از جمله با دولت احمدی نژاد و ملاقات های مخفی بسیاری با هاشمی داشته کامبیز فروهر همسر معصوم علی نجاد هم از اعضای نایاک که بعد از انتشار اسناد محرمانه لابیگری نایاک به نفع جمهوری اسلامی نایاک قراردادی با مؤسسه براون منعقد کرد تا این مؤسسه از طریق رسانه ها چهره این مزدوران رژیم رو بازسازی کنه این مؤسسه با قذافی هم قرارداد داشته اگر یادتون باشه تریتا پارسی در نامه خودش روی سه نکته تاکید کرد اول هدف لابی برداشتن تحریم هاست ولی در آغاز بایستی روی سوژه های مثل ویزا و تبعیض علیه ایرانیان کار کرد تا در میان جامعه ایرانیان اعتبار کسب کنیم دوم اگرچه کسانی از این لابی فایده میبرند که خواهان تجارت و بدبستان با ایرانن ولی بایستی به این لابی یک چهره انسانی بدیم تا بتونیم در میان ایرانیان جا باز کنیم سوم اینکه چه کسانی به ما پول میدن همون کسانی که خواهان معامله و بدبستان با ایران هستند و باید بیشتر سراغ تاجران ایرانی رفت این بخشی از ترجمه نامه محرمانه و لورفته تیریتا پارسی به روی کافیه به سوی راه اندازی یک لابی ایرانی آمریکایی در این نامه آمده بود که اگرچه وظیفه اصلی این لابی باید بهبود روابط ایران و آمریکا و برداشتن تحریم ها باشه اما در مرحله اول بایستی روی موضوعاتی کار کرد که حساسیت کمتر ایجاد میکنه مثل مشکل ویزا یا تبعیض علیه ایرانیان این در حالی بود که یک ارتش سایبری تشکیل دادن تا جو جامعه مجازی رو کنترل و جهدهی کنند. مسئولیت این ارتش سایبری با بابک طالبی از حامیان اصلی نیاک بود. از سری اقدامات نیاک اول قرار دادن رامین اسکرد از اعضای نیاک به سرپرستی تلویزیون صدای آمریکا بود. دوم جلب حمایت مالی صندوق برادران راکفلر سوم لالی برای قرارداد ننگین کرسن توسط خاجه پور چهارم اثرگذاری در مذاکرات هسته و غیره به طور کلی هر جا بوی پول به مشان برسه اعضای نایاک در اونجا حضور دارند حالا معرفی برخی از اعضای نایاک اول رضا مرعشی عضو پیشین وزارت خارجه آمریکا دوم هومن مجد از مرموزترین اعضای نایاک سوم لیلی صرافان از مدیران آی بیریج و تدکس کیش و از اعضای هیئت مدیره نایاک وی روابط نزدیکی با عباس میلانی داره چهارم سهر نوروززاده است عضو نایاک و از کارمندان وزارت امور خارجه آمریکا که ترام انداختش بیرون و از عناصر موثر در برجام پنجم انوشه انصاری از حامیان مالی نایاک ششم هادی قائمی سخنگوی کمپین حقوق بشر برای ایران هفتم محمد منظرپور سردبیر صدای آمریکا و کارمند آتی بهار هشتم لیلا زند از رابط های اسفندیار رحیم مشایی نهم بهمن کلباسی خبرنگار دهم شیرین عبادی از حامیان نایاک و نکته قابل توجه اینجاست آنچه که از اسناد متوجه میشیم اینه که نایاک نه آزادی خواهه و نه پیرو تفکر خاصی افرادی سوجو و منفعت طلبند که با واسطه گری و دلالی به دنبال منافع مادیشون هستند. البته شبکه گسترده ای از خائنین خودفروش رو در اختیار دارن جان کلام این که خبرهای غیر رسمی از اتهام محسن منصوری رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی مبنی بر اختلاس چند هزار میلیاردی در اموال دولتی برای تأمین هزینه تبلیغاتی انتخابات منتشر شده. امیدوارم نسل همه این بیمقصای دزد و وطن فروش به زودی زود توسط خودمون منقرض بشه. پاینده ایران جاوید شاه تا عبد و زنده باد رضا شاه دوم. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.